دندونای دائمیش. آمارها نشون میده 95% دانش آموزان حداقل یک دندون پوسیده دارن. هر دانش آموزی به طور متوسط 2.9 دندون ناسالم داریم، یا کشیده یا پر شده یا ترمیم شده. تحقیقات میگه بیشتر بچه‌ها تغذیه‌های ناسالم دارن و 40% اونها یا مسواک نمیزنن و یا حداکثر یک بار در روز مسواک میزنن. تنبلی میاد و نمیزنی. سر خود مسواک خوابمون میگیره دیگه. مرحله دوم طرح ارتقای بهداشت دهان و دندان دانش آموزان از امروز برای 7 میلیون دانش آموز ابتدایی در 62 هزار مدرسه آغاز شد. شروع که کردیم ما حدود 2 سال پیش، مجموعاً حدود 5% بچه‌ها بودن که دندون سالم داشتن. امروز رسیده به 11%. یعنی هنوز بعضمون هم خرابه، بعضمون خوب نیست. در این طرح دندون‌های دانش آموزان هر 3 ماه یک بار معاینه و سالی 2 بار نیز روی اونها عملیات وارنیش فلوراید انجام میشه. دندونی کسی نیاز به پر کردن داره، جرمگیری داره، کشیدن داره و همینطور فیشور سیلن داره، اینا هم رایگان انجام میشه. فلوراید تراپی دندونهای دانش آموزان میتونه تا 60% پوسیدگی دندونهای اونها رو کاهش بده، که ما بتونیم اون شاخص پوسیدگی را به عدد 1 انشالله نزدیک بکنیم. شایع‌ترین بیماری پس از سرماخوردگی در بین دانش آموزان پوسیدگی دندون هاست. طرح بهداشت دهان و دندان دانش آموزان از امسال برای دانش آموزای دبیرستانی هم اجرا میشه. مسئولان وزارت بهداشت ابراز امیدواری کردن که با اجرای مرحله دوم طرح بهداشت دهان و دندان دانش آموزان 10% دانش آموزان در 3 سال آینده دندون بدون مشکل خواهند داشت.